کاخ سفید ساعتی پیش اعلام کرد که عصر دوشنبه پرزیدنت بایدن با رهبران اروپا به منظور رایزنی و در پاسخ به ادامه تقویت نظامی روسیه در مرزهای اوکراین مذاکرات ویدیویی خواهد داشت. در مذاکرات پشت درهای بسته علاوه بر رهبران اتحادیه اروپا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، رؤسای جمهوری فرانسه و لهستان، نخست وزیران بریتانیا، ایتالیا و صدراعظم آلمان حضور خواهند داشت. و اما دولت پرزیدنت بایدن میگوید اگر روسیه با اوکراین تجاوز کند با تحریم‌های سختی روبرو خواهد شد، ولی قانونگذاران جمهوری‌خواه در کنگره خواهان اعمال هرچه زودتر این تحریم‌ها شدند. گزارش از شهلا آراسته. مقامات دولت پرزیدنت بایدن بر این بحث تاکید می‌کنند که تهدید تحریم‌های آتی اثر بازدارندگی بیشتری بر روسیه دارد. اما جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، به تلویزیون CNN گفت بایدن تصویری از ضعف در مقابل روسیه ارائه می کند و افزود صبر کردن تا پس از اشغال اوکراین معادل مماشات با پوتین است. باب منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، به تلویزیون NBC گفت میان موضع‌گیری که برخی فکر می کنند ممکن است موجب تحریک روسیه شود، با پاسخ قوی و سریع اگر پوتین مرتکب اشتباه حمله شود، تفاوت وجود دارد. We have the wherewithal in the sanctions bill that I've authored. در نهایت ما امکاناتی در لایحه تحریمی پیشنهادی من علیه روسیه داریم و مذاکراتی که با همکاران جمهوری‌خواه در مورد فرستادن پیامی روشن با یک صدای واحد به روسیه داریم، مبنی بر این که ما در کنار اوکراین ایستاده ایم و حمله عواقب شدیدی در پی خواهد داشت. کریس کونز، سناتور دیگر دموکرات، از پشتیبانی از متحدان ناتو حمایت کرد و گفت سنا باید خیلی سریع لوایح تحریم علیه روسیه را تصویب کرده و به امضای پرزیدنت بایدن برساند. شهلا راسته، صدای آمریکا.